که ذهنش پاکه، آدم درسته، خوبیا رو میبینه. اما بعضیا چیان بیمارن، فقط بدیا رو میبینن. همین چند وقت پیش میاد عکس یک نفر گذاشته در اینترنت از یه مسیری که حالا یه خورده مثلا آشغالم کنار مسیر کنار جاده ریخته شده رو زمین. نوشته بود آقا ای کاش کسایی که مثلا دم از اهل بیت میزنن قریب به مضمون که این رفتار رو یاد میگرفتن. حالا ایشون نگاه سیاسی هم داشته. خب اینو ما این انتقاد وارد میدونیم، بله ما باید بهداشت و نظافت رو چیکار بکنیم، رعایت بکنیم. اما به این سرکار خانم هم که این پست گذاشته میگیم که شما برو هم کشور اروپایی رو هم نگاه کن، بعد یه کنسرت ببین چه خبره، بعد یه مسابقه فوتبال ببین چقدر آشغال رو زمین میزنه. همین جاده نزدیک 1 میلیون آدم توشه. 1 میلیون آدم انصافا بخوای به نسبت به 1 میلیون آدم بسنجی واقعا آشغالی نیست. بابا با کمبود سطل زباله مواجهه، ظاهر میبینی نزدیک 1 کیلومتر آشغالی دستش میگیره، 100 متر 200 متر 500 متر که اینو بندازه توی آشغالی. شما اگه دلت میسوزه همکاری کنی بیا سطل زباله رو اینجا اضافه کنید. لعنت بر پدر مادر هر کسی قدر ندونه. اما این بیماری دیگه میخوام بگم امروز صبح داشتم این اثر افراد هستن که در به در دنبال اینن که بگن یه ایرادی بگن اینا اینجوریان، این همه آدم عیسی رو تو این مسیر نبینه، این همه خوشگلی و زیبایی رو نبینه، بره بگه دست بذار روی همچین چیزایی. خب امام صادق میفرماد که بابا بعضی مثل مگسن، مگس رو نگاه کنی فقط دوست بره کثیفی‌ها بشینه. خب چیز قشنگی‌ها هم ببین دیگه، زیبایی‌ها هم ببین. قبول، ما هم میپذیریم این رفتار درست نیست، روز به روز هم داره بهتر میشه خدا شاهده. شما چند سال پیش اون کسایی که سالهاست دارن میان میدونن چند سال پیش بین این دوتا جاده کوه آشغال بود، اون قسمت خاکی بین دوتا جاده آسفالت کوه آشغال بود. کوه الان بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به پیشگاه مقدس آقا صاحب العصر صاحب زمان و با سلام به پیشگاه بزرگ ملکوتی آقا امام حسین حضرت ابوالفضل. ما افتخاری اومدیم و قدم به قدم اینجا رو تمیز میکنیم، جارو میکنیم. وقتی جارو میکنیم میگن اینجا راه بهشته. خدا رو قسم میدم به ابوالفضل لیاقت بده بهمون بتونیم هر سال افتخاری بیایم، چه ایرانی چه عراقی، هر کسی که تو این راه هست، همه عزیز، برادر، همخون، همشیه، چون هر دومون هدفمون یکیه، زیارت کردن مرقد پاک آقا عبدالله و حضرت ابوالفضل. و هیچ کجای دنیا فکر نمی کنم به خودش دیده باشه یا همچین ازدیام جمعیتی که داره میره و شروع می کنم به خوراک. خدمات عراقی ها هستن، کمک بکنن، با هم هم به هم شونه به شونه هم نظافت بکنیم، تمیز بکنیم. نمیگیم اون عراقیه اون بگه ایرانیه، نه، این دوتا رفیق، این دوتا برادر که تو کشور خودمون ایران داریم کار میکنیم اینجا هم همونه و هیچ نظری نداریم، هیچ چیزی نمیخوایم، فقط به فقط، چه من ایرانی خدماتی چه عراقی، فقط به فقط نظرمون هممون لطف و کرامت آقا امام حسین ابوالفضل که لطفی بکنه، یه نظری بکنه، بتونیم اسممون در دفتر آقا تو یه گوشه رمزی قطرم نوشته بشه، واقعا برای ما یه نعمت بزرگیه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما اسمك يا أخي؟ أبو عذار. من أين إلى البلد؟ من الهلة العراق. هلة العراق. من مدة خدمة؟ طوال أيام زيارة الأربعينية. ما تشعر ألم شديد في اليد في الرجل؟ لا أشعر، أنها راحة لنا بالجسد والروح. لعجلي لا يشعره. حبنا على الإمام الحسين، بركات الإمام الحسين. فرق بين إيراني تشيني أو خارجية داخلية مذهب سنية شيئية لخدمتكم؟ لا فرق بين إيراني وعراقي أو أي دولة كان، وأنه أي ومسلم أو كان غير مسلم، شيعي سني أي لا فرق بيننا، جميعنا أخوة، يجمعنا الإمام الحسين إن شاء الله، كلهم طريق ماشي إلى حب الحسين إن شاء الله. نعم شكرا. عفوا. سؤال بسؤال داره بهتر میشه الحمد لله. حالا کشور ما هم داره کمک میکنه، خود زائرین هم باید کمک بکنن، پس ما باید مراقب باشیم. یک سری افراد بیمار هستن، میان چیکار میکنن؟ دست میذارن همینو
پیرن عثمانش میکنن دیگه، حالا بیا جمعش کن. یعنی اینا اینجوریان، اینا رفتارشون چه اینجور افراد یه سری بزنن سر تفریگاه ها و تفرجگاه های خودمون تو ایران، هم یه سر ببینن شمال میرن مردم چیکار میکنن اونجا رو، اونجا ها هم بگن. خب بعد از یه بازی دربی تو تهران هم برن ببینن آتشخالا رو اگه میخوان برن نگاه بکنن. همش غلطه ما میدونیم، اما میخوام بگم که یک سری افراد اینجوری دارن نگاه میکنن. ما مایه زینت اهل بیت باید باشیم. رو ماها 10 برابر زوم میکنن. شما این همه آدم سوار ماشینای آنچنانی، این ریشوه، این پیرن مشکی تنش، این لابد، اینا دزدیدن یه جایی بالا کشیدن اون. دقیقاً چیزی که برای بقیه حسنه، به عنوان حسن میگم باری کلام عجب ماشینی داره. او یه گازی هم میده با اگزوزش صدای آنچنانی میگه جون، میمیره طرف با اون جون میده، اما این طرف یهو برعکس میشه. بسم الله عیبی نداره. من دیشب گفتم عیبی نداره که از ما انتظار دارن خوب باشیم، الحمدلله. از خودشون انتظار دارن بد باشن، از ما انتظار دارن چیه؟ خوب باشیم. خدا رو شکر که مردم از ما انتظار خوبی دارن، از ما انتظار کوچکترین خطایی هم ندارن. خدا رو شکر، الحمدلله. خدا نگاه بنده ها تو با من قد مثبت کردی، این شکر خدا، لطف خدا.